درود به همه دوستان. امشب زیاد تأخیر نداشتیم. درود به همه عزیزان. درود بر شما، درود بر شما گرامیان. درود، درود دوستان. خب درود به همه عزیزان و گرامیانی که برنامه رو دارن به صورت لایو میبینن و بعداً همه دوستانی که توی یوتیوب، تلگرام و جاهای دیگه این برنامه رو میبینن. امروز پنجشنبه 15 دیما در ایران و همچنان چهارشنبه 14 دیما در اروپا. درود جناب مهربانی و درود به همه دوستان گرامی. من فکر میکنم که ما هیچ موضوعی فعلا تا شنبه مهمتر از 17 دیما نخواهیم داشت، یعنی موضوعی مهمتر از 17 دیما و اتفاقاتی که ممکنه بیفته و اتفاقاتی که باید بیفته در کنار مسائل داخلی ایران، اما اولویت باید روی 17 دی باشه. 17 دی یک روز بسیار بسیار استثنایی برای ملت ایرانه. من یه چند لحظه بذارید اجازه بدید ببینم برای جناب کمالپورم بیان توی لایو امشب. امیدوارم که بیان و حضور داشته باشن. یکی از دوستان توی لایو گذشته نوشته بود که آقا شما خیلی چیز میکنی، خیلی دیر حرف میزنی، حوصله آدم سر میره. اینم یه مدلش. درود، درود به همه عزیزان. خب بعد از برنامه دو سه شب پیشی که ما در مورد 17 دی صحبت کردیم، یه تعداد از دوستان در شهرهای مختلف با به قول من ابتکار خودشون شبنامه‌هایی رو درست کردن، چاپ کردن، پرینت کردن به تعداد زیاد که ما یکی از ویدیوها رو روی برگه رستاخیز گذاشتیم و در شهرهای مختلف در حال پخش شبنامه ها هستن برای 17 دی. و این یک کار بسیار بسیار زیبا و یک کار بسیار درست و به جایی هست. حالا امیدوارم دوستان دیگه‌ای که توی شهرهای مختلف هستن این شبنامه ها در مورد 17 دی رو حتما انجام بدید، پخش کنید و ویدیوهاشو بگیرید ارسال کنید. زمان زیادی نداریم، دو روز دیگه داریم تا 17 دی، ولی توی همین دو روز هم میتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم. بذارم جناب کمالپور عرض کنم خدمتتون که نه خیر نیستن دارم. قبل از اینکه لایو و من بتونم بخوام بیام شروع کنم، خب یه جایی داشتم صحبت میگم، جناب کمالپور زنگ زد گفت لایو هست یا نیست. گفتم آره یه 10 دقیقه دیگه تقریبا میریم، حالا قرار بود بیاد. خب بگذاریم بریم سراغ بحث اصلی 17 دی. قبل از 17 دی چند تا اتفاق دیگه در بین مهرهای جمهوری اسلامی افتاد. یکی پسر رفسنجانی، اون محسنشون دیروز اومد گفت که هیچ راهی دیگه ما نداریم، به بنبست رسیدیم و تنها راهش اینه که مقامات جمهوری اسلامی بیان اعلام کنن و بیان اصلاحات رو به صورت رسمی آغاز کنن. خب این همون چیزی در مسیر پروژه پوست اندازی که ما قبلا صحبت رو کرده بودیم. و دومیش محمود احمدی نژاد از توی لپلوپ دوباره زد بیرون و یک ویدیوی دوباره منتشر کرد و اون هم توی این ویدیو دقیقا به همین نکته اشاره کرد که زمانش رسیده که جمهوری اسلامی دست به اصلاحات بزنه. و اینا همه این قطعه های پازل رو بذارید بغل هم، اینا همش تو همون مسیر پروژه پوست اندازی و رفرم شکلی جمهوری اسلامی است. اینم دوتا از علائمی بود که امروز زد بیرون از توی لپ لپ و گفتم در موردش صحبتی داشته باشه. اما 17 دی در ایران اگر اون جوری که باید اتفاق بیفته، یعنی اگر در شهرهای ایران مردم بیان بیرون یا حتی از روی پشتبون هاشون توی خیابون هر جایی که هستن و
فریاد رضا شاه روحت شاد رو سر بدن و آبان 98 زنده بشه، چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ اگر به این صورت پیش بره چه اتفاقی رقم میخوره؟ اتفاق اول و مهمترین اتفاق اینه که در خارج از کشور اربابان جمهوری اسلامی، اگر الان گوش کنی آقای پوریا، اگر الان گوش کنی جواب سوالت رو میگیری، اگر در داخل ایران، یعنی 17 دی میتونه آغاز اوجگیری رستاخیز ایران باشه، نه فقط 17 دی به تنهایی، 17 دی میتونه آغاز به قول معروف این حرکت باشه، روز آغازش باشه، بعد 18 دی، 19 دی، 20 دی تا بریم جلو و به 26 دی خواهیم رسید. 26 دی هم یکی از اون روزاییه که تو تاریخ ایران هرگز فراموش نمیشه. 26 دی روزیه که شاهنشاه آریامهر از ایران رفت. در حقیقت شاهنشاه از ایران نرفت، بلکه روح ایران بود که از کالبد ایران 26 دی رفت. آغاز بدبختی و نکبت و گرفتاری مردم ایران از همون 26 دی شروع شد. یکی از دلایلی که شاهنشاه از ایران رفت اصرار انگل ایران ستیزی به اسم شاپور بختیار بود. شاپور بختیار مهره کلیدی بود که توسط مافیا گنجانده شد در 37 روز در حکومت ایران و تبدیل یا گذر از پادشاهی به جمهوری که الان درش هستیم و دارید میبینید. و شاپور بختیار یکی از اون کلیدی ترین مهره هایی بود که نقش بسیار بسیار مخربی در ویران کردن ایران در همون 37 روز ایفا کرد. یعنی اگر میخواید دنبال مقصرین فاجعه 57 بگردید، حتی کمتر از خمینی، یعنی اگر بخواییم درصد چجوری بگیم درصد جرم خمینی رو با شاپور بختیار مقایسه کنیم، شاپور بختیار درصد جرمش 3 برابر خمینیه. یعنی خیانتی که شاپور بختیار به کشور ایران و به حکومت ایران و به مردم ایران کرد خمینی نکرد، چون خمینی اومد و حرفاشو زد، از قبلش هم گفته بود ما میخواییم بیاییم پوست مردم رو بکنیم، در قدرت نبود، اما شاپور بختیار در قدرت بود و از اون قدرت استفاده کرد برای ورود خمینی و اهریمن به داخل ایران. بنابراین یکی از مقصران کلیدی فاجعه 57 شاپور بختیار بود. این خیلی خیلی مهمه که البته درود جام کمال پورتشی برید بالا، حتی ما قبلا در موردش صحبت کرده بودیم. حالا اگر فریادهای ایرانگرایانه از 17 آبان در ایران شروع بشه چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ مهمترین اتفاقی که رقم میخوره، اربابان جمهوری اسلامی و مافیاهای جهانی متوجه این میشن که این مردم دوباره بیدار شدن، این مردم دوباره به قول معروف به خودشون اومدن و این دیوار سانسور، این دیوار خفت، این دیوار به قول معروف طبقه بندی شده یه سری اعتراضات رو توسط لیدرهای حکومتی اینا رو شکستن، این پوسته رو دوباره زدن کنار و مردم آبان 98 اومدن بیرون. در برنامه دیشب توضیح دادم فرق آبان 98 با امروز از نظر بین المللی بسیار بسیار فرقهای زیادی داره. اون روز مافیای جهانی همچنان نیاز داشت که جمهوری اسلامی رو حفظ کنه، اما امروز خود مافیای جهانی مثل خر توی گل گیر کرده که چیکار کنه با این جانوری که درست کرده که بتونه همچنان هم مردم ایران رو راضی نگه داره و هم کشور ایران رو در تسلط خودش نگه داره. بله دیدم ویدیوی فرشته توالت رو دیدم که شوهرش هم که شوهرش خودش یکی از مدیران نایاکیه دیگه، اینا بازیهای پینپونگای سیاسیه. جناب کمالپور اگر هستین لطفا درخواست بدین بیاین بالا که بحث رو با هم دیگه بریم جلو. اگرم نیستی که میای این زیر کامنت می‌نویسی بعد دوباره میری غیبت میزنه، جریان چیه؟ به هر حال یکی از سوالایی که خیلی از هم میهنان شاید از خودشون پرسیدن و از ماها میپرسن اینه که آقا در این 100 خورده ای روز چرا ارتش وارد میدان نشد؟
یکی از سوالای کلیدیه دیگه. نه دلیل این که ارتش وارد میدان نشد دوستان این بود که و اینه که ارتش خودش میدونه پشت این جریان، پشت این داستانها یک بازی برای رفرم شکلی و برای تحول خواهی و برای پوست اندازی جمهوری اسلامی. بنابراین وارد این بازی نمیشه، چون میدونه اگر وارد این بازی بشه ارتش هم الان و هم در آینده بعد از پوست اندازی جمهوری اسلامی ترتیبش داده است و دوباره اتفاقات و اون فاجعه 23 بهمن 57 رقم میخوره. از سوی دیگه هم نگاه میکنه در خارج از ایران، میبینه خب گروه هایی که هستن و جریان هایی که هستن همشون وصلن به همدیگه و همشون یه جورایی به قول معروف در پوست اندازی جمهوری اسلامی سهیم هستن. بنابراین وارد این صحنه نمیشه تا زمانی که خیالش از آلترناتیو و از جایگزین جمهوری اسلامی محکم باشه. وقتی خیالش راحت شد اونجاست که ارتش وارد صحنه خواهد شد. حالا چجوری این اتفاقات همه میفته؟ یعنی ما چیکار کنیم که مافیای جهانی متوجه بشه که ما مردم ایران بیداریم؟ ما چیکار کنیم که ارتش متوجه بشه که وظیفش امروز بیاد توی خیابون و از مردم پدافند کنه؟ و ما چیکار باید بکنیم که دست دلالان خون در اپوزیسیون، دست دلالان خون در اپوزیسیون برای همیشه به قول معروف از گوشت و پوست و استخون مردم ایران بیرون کشیده بشه؟ فقط همه این مسائل دوستان یک راه بیشتر نداره. همیشه گفتیم باز هم میگیم، انقدر میگیم، حالا شاید برای خیلی از دوستان این صحبت ها تکراری باشه اما تکراری نیست، چون ما هنوز انگلی به اسم جمهوری اسلامی در کشورمونه، هنوز داره جون جوانامونو میگیره و هنوز مشغول نابود کردن کشور ایرانه و اتفاق خاصی هم نیفتاده، یعنی جمهوری اسلامی نرفته، هنوز ما همون گرفتاری که داریم داریم. بنابراین در مورد راه درمان و راه چارهش باید مرتب صحبت کنیم. شاید خیلی از دوستان چه الان چه بعداً بیاد توی کامنت ها بنویسن که آقا این صحبت ها تکراری، هر شب همین هاست، ولی همین مشکل ماست، همین گرفتاری ماست و ما تا راه حل رو پیدا نکنیم که میدونیم راه حل رو اما بهش عمل نکنیم، متاسفانه آش همین آش و کاسه همین کاسه است. آقای کمالپور تشریف داریم، من میخوام بحثمو شروع کنم، اگر هستیم بیاییم بالا، اگر هم نیستیم که من شروع کنم، اگه شروع کردم دیگه نمیارمت بالا. بله گفته باشم. نه ارتش نیروی زاپاس سپاه پاسدارانه. نه اصلا این حرفا چیه میزنی همیانه من؟ این حرفا چیه میزنی؟ اتفاقا ارتش مردمی ترین نیرو در داخل ایرانه. ارتش 450 هزار نیرو داره، پرسنل داره. از این 450 هزار نفر شما بگید 5000 نفرش سپاهی و آخوند و مسئول عقیدتی و نمیدونم کوفته حراست سپاه و امثال این جک و جنوبره باشن، نه 10000 نفرش باشن، 440 هزار نیرو که این 440 هزار نیرو مردم ایرانن. یعنی برادر تو، پدر تو، پسر عموی تو، برادر من، پسر من، نمیدونم پدر من و امثال اینها هستن خدمت بکنن دیگه. اینا ربطی به جمهوری اسلامی ندارن. اگر ارتش زاپاس سپاه پاسداران بود الان به جای هشت و شبی و فاطمیون و زینبیون ارتش داشت مردم ایران رو سرکوب میکرد، اما وقتی ارتش نیمد توی خیابون مردم رو سرکوب کنه یعنی ارتش با مردم ایرانه. درود جناب کمالپور، دیگه میخواستم نگیرمت بالا. درود جناب قاسمی، درود به همه عزیزان. در لایو داشتم کار انجام میدادم با دوستان که در جریان هستن. آره قبلش برام گفتی که لایو کی باز می‌کنم، فلان گفتم می‌خوام بیایم بالا صحبت. آره در همین حین اومدم واسه بحثو با هم دیگه بریم جلو. وارد لایو شدم پیام رسید، مجبور شدم برم اونور، واجب بود بس کار انجام میدادم. بسیار عالی. خب من بحثو از اینجا باز کردم مراجع در مورد 17 دی، اهمیت روز 17 دی و کاری که ما مردم در داخل ایران و خارج باید انجام بدیم و اگر اون اتفاق رقم بخوره در 17 دی که در ایران دوباره فریاد رضا شاه روحت شاه جاوید شاه بگو برگرد شاه سر داده بشه، چه اتفاقای خوبی میتونه بعدش بیفته. یعنی فرض رو بر این میذاریم
که هم میهنان روز 17 دی وارد خیابون ها میشن و فریاد رضا شاه روحت شاد رو سر میدن، فریاد جاوید شاه رو سر میدن، فریاد رضا شاه روحت شاد و امثال هم، و این استارت خیزش رستاخیز یا اوج گرفتن رستاخیز خواهد شد. بعد 18 دی 19 دی تا بریم برای 28 26 دی، 26 دی هم توضیح دادم روزی بود که روح ایران از بدنش جدا شد، یعنی شاهنشاه ایران از ایران خارج شد و اول داستان بدبختی مردم ایران بود. بعدش هم اینا رو توضیح میدادن تا برسیم به اینکه اگر این اتفاقا در ایران میفته در خارج از کشور چه اتفاقی میفته و بعد ارتش چگونه به این مردم میپیونده و ادامه ماجرا. حالا چون شما نبودین من تا اینجا رو توضیح دادم، شما اگه مطلبی هست بگید تا بعد بریم سراغ بقیه داستان. سعید جان شما ادامه بده تا من وقت صحبت میکنم. خب حالا ببینید دوستان، وقتی این اتفاقات رقم بخوره در داخل، اتاق فکر کشورهای مختلف مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آلمان، که ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، متاسفانه و متاسفانه برای کشورهای خاورمیانه از جمله کشور ما، از سال 57 به این ور این قدرت‌های دنیا هستن که تصمیم میگیرن. از 1357 که ایران رو اشغال کردن تا همین الان این قدرت‌های دنیا هستن که دارن برای ما تصمیم میگیرن. یعنی شما تو تمام این سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی که نگاه میکنید فکر نکنید که مثلا علی خامنه‌ای دلش بخواد مثلا خاتمی بیاد بیرون، علی خامنه‌ای دلش میخواد روحانی بیاد بیرون، نه، این کشورها هستن، انگلستان، فرانسه، آمریکا، آلمان، اسرائیل، روسیه، چین، اینها هستن که باید نمایندهشون در این دوره در صدر امور اجرایی ایران باشه برای که منافع اونها تامین بشه. شما اگر برید عمل کرده همین چند تا جک و جونیور رئیس جمهورای جمهوری اسلامی رو بررسی کنید، میبینید هر کدوم از اینها به یک سو قش میکردن. یعنی مثلا از دوره خاتمی میبینید، خاتمی به سمت غرب قش میکرد، یعنی منافع غرب رو تامین میکرد. محمود احمدی نژاد منافع شرق رو تامین میکرد. یادتون رفته بود توی ونزوئلا، کجا ونزوئلا بود، چاوز رو، مادر چاوز رو بغل کرده بود. محمود احمدی نژاد منافع شرق رو تامین میکرد. بعد دوباره روحانی میاد منافع غرب رو به قول معروف تامین میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم انتخابات در جمهوری اسلامی دقیقاً، این انتخابات در آمریکا، فرانسه و امثال هم بین مافیاهاست. یعنی انتخاب برای این مافیا جریان چپ یا جریان راست. یک دوره، یک 8 سال نوبت جریان چپه که مهرهاش سر کار باشن، یک دوره 8 ساله نوبت جریان راسته که مهرهاش سر کار باشن. برای همینه که شما در آمریکا خیلی به ندرت میبینید که یک رئیس جمهوری مگر بخوان یک پرانتز سیاسی بین سیاست‌های در سطح کلان، یک پرانتز سیاسی باز کنن که یک رئیس جمهوری 4 سال بشه رئیس جمهور. حالا یکیش کارتر بود که اون پرانتزه شد ویرانی کشور ایران، یکیش هم همین آقای ترامپ بود که 4 سالش شد یک پرانتزی در بین سیاست‌های کلان. یعنی قراردادهایی که آمریکایی‌ها 70 سال پیش 80 سال پیش بسته بودن در سطح بین‌الملل، چون نسبت به شرایط امروز هم خونی نداشت، چون منافع این کشورها و این قدرت‌ها تأمین نمی‌شد، بنابراین باید یک پرانتزی باز می‌شد. یه آدمی میومد که این آدم بیاد کل بازی‌های جهانی رو به هم بریزه، کل قراردادها رو به هم بریزه و بعد دوباره دولت بعدی بیاد این قراردادها رو به روز رسانی کنه و قراردادها از نو نوشته بشه و منافع این کشورها تامین بشه. این در آمریکا و در کشورهای دیگه. در ایران هم همینه. هر 8 سال به 8 سال از اومدن جمهوری، اون چند تا اولی رجایی و مجایی، اونا که نخودی بودن، اونا رو که از بزنی سطن آشخار، اونا اصلا نخودی بودن. اما از دوره اکبر کوسه تا امروز شما اگر نگاه کنید رئیس جمهورای یا دلغکانی به نام رئیس جمهور در جمهوری اسلامی، هر 8 سال به 8 سال اون رئیس جمهور منافع یکی از این جناهای قدرت در جهان رو تامین میکنه. توضیح دادم خاتمی نگاهش به غرب بود، یعنی منافع غرب.
احمدی نژاد منافع شرق، روحانی منافع غرب، رئیسی منافع شرق. میخوام بهتون بگم چجوری داره این مافیا و این کشورها چجوری دارن ما مردم رو کنترل میکنن یا چجوری برای ما مردم تصمیم میگیرن. بنابراین فکر نکنید علی خامنه ای انتخاب میکنه رئیس جمهور کی باشه یا مجتبی خامنه ای انتخاب میکنه رئیس جمهور کی باشه. نه، هم علی خامنه ای، هم مجتبی خامنه ای و هم جک و جنوبر زیر دستش، همشون مهره این مافیا و باید طبق دستور عمل کنن. وقتی مثلا انگلستان میاد به حسن روحانی دکترای علوم مشکل نیست چرا که آنگون دکترای علوم دکترای حقوق بین الملل میده و حسن روحانی حتی یک هلو هاواریو بلد نیست به انگلیسی بگه، شما باید بدونید حسن روحانی نماینده جریان غربه. به همین سادگی به محمود احمدی نژاد هم یکی از دو تا از این کشورهای کمونیستی، نمیدونم ونزوئلا بود یا کوبا بود، که محمود احمدی نژاد هم یه دکترای افتخاری داد، یادتونه دیگه، حتما دیدید. پس این کشورها هستن که برای ما مردم تصمیم میگیرن، منتها اسمش رو گذاشتن دموکراسی، کاورش شده دموکراسی. جمهوری اسلامی هم میاد یک سیرک انتخاباتی برگزار میکنه، عام جامعه یا مردمی که زیاد از این مسائل سر در نمیاره یا نمیخوان سر در بیارن واقعا فکر میکنن که بین حسن روحانی مثلا یا ابراهیم رئیسی یک انتخابات انجام میشه یا علی خامنه ای نظرش به اینه که ابراهیم رئیسی بشینه. نه دوستان، اصلا اینجوری نیست، نوبتیه. من دیشب گفتم این یک هیئت مدیره یک کمپانی میمونن یا سهامداران یک کمپانی میمونن، یک فروشگاه، یک به قول معروف یک بیزینس بزرگ میمونن که این سهامدارها هر کدومشون دارای حق رأین و چون توی این اتاق جمع شدن و در مورد یک مسئله همشون متفق القولن و مشترک المنافع هستن، بنابراین میان بین همدیگه تقسیم میکنن. 8 سال کشور ایران در اختیار جریان چپ، 8 سال کشور ایران در اختیار جریان راست. جریان راست منظورم مافیای جهانی ها، که حالا بیاید به پایین تر باز همه جریانات دو جریان است، یه چپ یه راست، اصلاح طلب اصولگرا، جمهوری خواه دموکرات، حزب کارگر، نمیدونم حزب فلان، محافظه کار، این همش همینه. این شبکه بندی مافیای جهانیه. حالا برای اینکه کشورهایی مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل آلمان و امثال هم متوجه بشن که دیگه نمیتونن با سرنوشت کشور ایران و مردم ایران بازی کنن، دیگه نمیتونن مهره هاشون رو در ایران به اسم رئیس جمهور و نخست وزیر و نمیدونم وزیر امور خارجه و وزیر دارایی و امثال هم جا بندازن و دیگه نمیتونن جمهوری اسلامی رو چه در این شکل و شمایلش چه در پروژه بعدی که رفرم شکلی و تحول خواهی باشه حفظش کنن، ما باید بیاین در ایران فریادهایی رو سر بزنیم که همه این مطالب درش گنجانده شده باشه. یعنی اگر مثلا یه کسی بخواد توی خیابون بیاد همه این چیز داره که من الان میگم بخواد پشت میکروفون بگه که غربی ها بشنون، خب این یک خیال به قول معروف واهیه. ولی وقتی توی خیابون شما یک کلمه میای میگی جاوید شاه، یعنی کل اینها رو دادی رفته هوا، کل اینها پرپر شده. وقتی میگه رضا شاه روحت شاه، کل این جریانات برباد شده. فراموش نکنید دوستان کشورهای مثل آمریکا و امثال هم در داخل جوامع مختلف از جمله جامعه ایران، ما با جامعه خودمون کار داریم، جاسوسان فراوان دارن، یعنی چشم و گوششون در داخل خیابونهای ایرانه، بهتر از من و تو ایرانی میدونن تو ایران چه خبره، بهتر از ما میدونن که بازی داره به کدوم سمت میره، بهتر از ما میدونن طبع جامعه امروز چند درجه است، همه رو بهتر از ما میدونن. چرا؟ چون جاسوسانشون، حالا چه اونهایی که در ساختار حکومتی هستن که اصل جریانه، یعنی رهبری و دار و دستر، و چه آدمهای عادیشون که بین مردم پخشن، اینها نبض جامعه ما رو میدونن. شما دقت کردید که توی تاکسی ها وقتی میشینید معمولا
راننده تاکسی یا اون کسی که توی تاکسی نشسته شروع میکنه به بحث سیاسی کردن، میخواد نظر شمایی که توی اون تاکسی نشستی در مورد آینده ایران بدونه، میخواد ببینه چجوری فکر میکنی، میخواد ببینه کجا رو میبینی، میخواد ببینه درصد آگاهی و بیداری چه اندازه است. تردید نکنید یکی از اون آدمایی که توی این تاکسی نشسته خودش چشم و گوش یک کشوریه. اینم بهتون بگم، متاسفانه کشور ایران و ما مردم ایران بیشترین و بیشترین و بیشترین وطن فروش رو در بین خودمون داریم. یعنی اینقدر که کشور ایران مزدور و وطن فروش داره هیچ کشوری در دنیا نداره، حتی افغانستان نداره. اینقدر که ما متاسفانه ایرانی ها درمون وطن فروش و مزدور هست. نمیدونم این داستان خیانت از کجا اومد، مزدوری از کجا اومد، اما اینو میدونم رضا شاه وقتی اومد اولین کاری که کرد پرونده این آدم ها رو بست. در زمان قاجار یکی از افتخارات رجل سیاسی یا روزنامه نگاران یا هنرمندان این بود که کدوم پرچم کدوم کشوری سر در خونش آویزون باشه، پرچم روس باشه، پرچم انگلیس باشه، پرچم آلمان باشه، پرچم فرانسه باشه، پرچم کجا باشه. یعنی افتخار بود مزدور بودن برای یکی از این کشورهای غربی و شرقی، جزء افتخارات، یعنی جزء امتیازات رجال سیاسی دوره قاجار بود. رضا شاه اولین کاری که کرد این بساط رو جمع کرد، این بساط رو کسی رو نکش رضا شاه. دوستان اونایی هم که میگن نمیدونم بشیر تاج رو نمیدونم کیک و کیک و رضا شاه کشت، دروغه. رضا شاه هیچ بنی بشری رو نکشت، رضا شاه نکشت. اما آدم هایی که اولویتشون نوکری بود برای کشورهای مختلف، اینها رو از رده خارج کرد، همه رو بازنشست کرد. وقتی وزیرش میاد میره در روسیه و قراردادهایی با روس‌ها میبنده، یه سری تعهدهایی به روس‌ها میده که با رضا شاه هماهنگ نمی‌کنه و برخلاف منافع ملی ایران هست، رضا شاه ایشون رو خل میکنه و میفرستش خونش. اون شخص با برخورد رضا شاه، یعنی برخوردی که رضا شاه باش میکنه به خاطر میهن، وقتی میره توی خونش دق میکنه میمیره. از چی؟ از خیانتی که به کشورش کرده. رضا شاه آدم‌ها رو اینجوری تنبیه میکرد. رضا شاه کسی رو نمیکشت، میفرستادش تو خونش، چهار تا حرف هم بهش میزد که این چهار تا حرف رو بره بشینه تو خونش فکر کنه، قطعا خواهد مرد، اصلا قطعا خواهد مرد. حالا امروز هم همینه. یعنی رضا شاه اومد این بساط رو جمع کرد، گفت رجال ایران باید زیر پرچم شیر خورشید ایران باشن. شاهنشاه آریامهر هم همین کار رو انجام داد. خمینی اومد دوباره اون بساط رو باز کرد، گفت نه، توده‌ای و چپی و چریک و میریک و هر کی که هست با اربابش همه با هم میخوریم، همه با هم هستیم. برای همین شد که اپوزیسیون جمهوری اسلامی بخشیش رفت زیر پرچم انگلستان، بخشیش رفت زیر پرچم آلمان، بخشیش رفت زیر پرچم اسرائیل، بخشیش رفت زیر پرچم آمریکا، بخشیش چین، بخشی روسیه و و و الی ماشاءالله، بخشیش رفت زیر پرچم باکو، بخشیش رفت زیر پرچم اقلیم کردستان عراق، بخشیش رفت زیر پرچم عربستان، بخشیش هم رفت زیر پرچم روسیه و ترکیه. یعنی اون کسانی که امروز به اسم مخالف جمهوری اسلامی پرچم اقلیم کردستان و عراق رو دستش میگیره، این جریان مزدور خودفروشه و ایران ستیزه. چرا؟ چون پرچم بیگانه رو به دستش گرفته. اون کسی که پرچم باکو رو تو دستش میگیره به اسم مخالف جمهوری اسلامی، این شخص مزدوره و افتخارش مزدوری برای باکوه. کسی که میاد پرچم الاهواز رو به دستش میگیره، افتخار این شخص اینه، مزدور عربستان سعودیه.
مخالف جمهوری اسلامیه، میگه من مخالفم، اما چون اون پرچم دستشه و افتخارش به مزدوریه، بنابراین برای کشور ایران مضره. حالا بیایم توی این بخش راستی ها، اونایی که میگن ما پادشاهی ها هستیم، اینها هم اتفاقا اکثرشون سرشون یا تو آخر آمریکاست، یا تو آخر اسرائیل، یا تو آخر فرانسه است، یا انگلستانه. نمونه براتون زدم قبلا، وقتی که نتانیاهو بعد از 20 سال سلطنتش به پایان میرسه و نفت فروش میاد دفتری بنت، یه عده مشروطه خواه با رهبری فواد توفتفو، فواد پاشایی، حزب مشروطه دوزری، بلند میشن، هلک را میفتن، میرن تلاویب، میرن جلوی دیوار ندبه، همون کاری که مسلمان ها میکنن توی مسجد چای توالت جمکران، نامه میندازن و توش میگن یارو اون توه. اینها هم میرن جلوی دیوار ندبه دولا میشن و کاغذ میچپونن توی دیوار که حالا اون نمیدونم داوود ماوود کیه، اون یه روزی بیاد پیام های ایران رو بخونه. و بعد به عنوان نماینده مردم ایران این غلط اضافه رو میکنن، به اسم پادشاهی ها هم این غلط اضافه رو میکنن. حالا میخوام اینو بهتون بگم، متاسفانه ما در اپوزیسیونمون امروز هم عین دوره قاجار افتخار برای بعضی از این جریان ها که پرچم بیگانه بالا سرش باشه. شما عبدالله معتدی رو من قبلا ویدیو عکسش رو گذاشتم، دیدید دیگه، پرچم رو دیدید پشت سرش. کسی که میگه من مخالف جمهوری اسلامی ام، پرچم یک کشور دیگر رو تو دستش میگیره. همه اینها رو گفتم که برسیم به اینجایی که اگر 17 دی در ایران 17 دی باشد و مردم ایران متوجه بازی باشن و بیان این بازی رو به هم بزن، چه اتفاقهایی میفته. همه این جریانهایی که من الان صحبت کردم باد هوا میشن، پوش میشن، میرن. اون کشورها و اون ستون پنجم یا جاسوسان این کشورها به اربابانشون، به اتاق فکرشون، به حکومتهاشون میگن آقا این مردم کلاه سرشون نمیره، بی خودی وقتتون رو تلف قومی کلا و نمیدونم حامد موقشنگ و مجاهدین خلق و جنبولی خواهان و امثال این اراذل رو باش نکنید، بی خودی پولتون رو هزینه نکنید برای اینها، چون اینها در بین جامعه ایرانی هیچ نفوذی ندارن. چرا نفوذ ندارن؟ میلیاردها دلار هزینه شده از 57 تا به امروز، قبلش رو کاری ندارم، از 57 تا به امروز میلیاردها دلار هزینه شده که بیان پادشاهی ایران رو مخدوش کنن، چه داخل چه خارج، و بیان دو پادشاه پهلوی رو در ذهن جامعه ایران دیو، دیکتاتور، مستبد، خوناشام جلوه بدن. همتون دیدید و شنیدید، میلیاردها دلار هزینه صرف مجاهدین خلق شده، صرف جمهوری اسلامی شده، صرف بی بی سی شده، رژیم اینترنشنال شده، من و ملا شده و و و و و. اما مردم روز 17 دی اومدن توی خیاباناشون میگن رضا شاه روحت شاد، آقای فرانسه، آقای مکرون، مردم دارن میگن رضا شاه روحت شاد. متوجه میشی یعنی چی؟ آقای انگلستان، ملکی که به درک رفت، خانم اون کیه، چارلز کیه، این یارو شازدهشون، مردم دارن میگن رضا شاه روحت شاد، چیکار میخواید بکنید؟ بی بی سی زورش نرسید، رژیم اینترنشنال زورش نرسید، چپی ها زورشون نرسید، جمهوری اسلامی معمای شاه ساخت زورش نرسید، جانوران ارسالی زورشون نرسید، جریان های اپوزیسیونی زورشون نرسید. این مردم اومدن میگن رضا شاه روحت شاد، کوتاه هم نمیان، زمانم نداریم، زمانم نداریم. بنابراین یک، همه این جریان ها کیشومات میشن، دو، یک تیم قدرتمند در خارج از ایران شکل میگیره که این تیم امین ملت ایران خواهد بود. وقتی مردم میگن رضا شاه روحت شاد، تیمی که باید تشکیل بشه تیمی باید باشه که انعکاس صدای مردم باشه. تموم شد و رفت. شما در جنگی، ما در جنگیم، در جنگ نه وقت سرخاروندن داری، نه وقت مصلحت اندیشی داری،
نه وقت مماشات داری، نه میتونی دموکراسی داشته باشی. جنگ جنگه. باید بشینی برنامه ریزی کنی، تاکتیک هایی به کار ببری، سناریوهایی رو بریزی که بتونی از حداقل نیرو حد اکثر استفاده رو در میدان جنگ ببری. جنگه. شما تو جنگ نمیتونی با دشمن تعارف کنی، بگی حالا خب حالا بیا بشین با هم چای بخوریم، حالا نزن بیا چای با هم بخوریم، خب چه خبر، ما حالا جدا از این که با هم اختلاف داریم اما بالاخره انسانیم، بیا بشین با هم یه گپی بزنیم. تو اپوزیسیون اینه دیگه. وقتی پادشاهی خواه میره بغل دست تجزیه طلب میشینه به اسم اینکه حالا بیاین با هم متحد بشیم بر علیه جمهوری اسلامی، یه اسمش خاله‌بازیه، یه اسمش سیرکه، یه اسمش قصاب خونه است. مگه تو میتونی با یه جریانی که میگه من ایرانی نیستم، ایرانم قبول ندارم و میخوام کردستان رو از ایران جدا کنم، مگه تو میتونی بری با این بشینی بر علیه جمهوری اسلامی؟ خب این کار رو که بختیار کرد، این کار که مجاهدین خلق کردن، رفتن با صدام. مگه نرفتن؟ مگر مجاهدین نرفتن با صدام حسین به ایران لشکرکشی کردن؟ مگر مجاهدین نرفتن آمار مدرسه های ایران رو دادن به صدام حسین که اون با موشک میزد؟ مگر بختیار بی پدر مادر نرفت 28 میلیون دلار اون موقع از صدام حسین پول گرفت؟ پس چطور امروز میگید اون ننگه؟ که ننگه، که ننگه، اما خودت امروز به اسم پادشاهی خواه میری با عبدالله متدی و مصطفی هجری و شیرین عبادی و حسن شریعت مداری یه بهش بی پدر مادر میای دست اتحاد میدی بر علیه جمهوری اسلامی؟ نه، پادشاه ما هم گفتن کسی که ایران رو قبول نداره برای ما ایرانیان هیچ فرقی با سرباز یک ارتش متجاوز به خاک کشورمون نداره. دوستان این یک اصله، این یک فکته. ما نمیتونیم در زمان جنگ که با جمهوری اسلامی در جنگیم بیاییم با دشمنان ایران بیعت کنیم. اصلا مگه میشه همچی چیزی؟ کی این کارو کرده؟ حزب مشروطه. حزب مشروطه این کارو کرده و خیلی جریان های دیگه که میگفتن ما پادشاهی خواهیم. برید برنامه گذشته رو ببینید متوجه بشید کی این کارو کرده. حسن شریعت مداری میاد توی تلویزیون میشینه، مجری ازش میپرسه میگه آقای شریعت مداری شما در شورای مدیریت گراز جریان های مختلف اپوزیسیون رو نداری؟ جریان های مختلف مردم رو نداری؟ میگه چرا داریم، مثلا کیو نداری؟ مجری میگه پادشاهی خواهان. میگه اتفاقا جریان اصلی پادشاهی خواهان که حزب مشروطه است با ماست. ای راست میگه، حزب مشروطه جز مؤتلفان حسن شریعت مداریه که همشون از اون بنیاد افتیدی حقوق میگیرن. پس جریان برامون درست کردن، گفتن این جریان پادشاهی خواهه، اسمش حزب مشروطه است و این نمایندگی میکنه پادشاهی خواهان ایرانو. کدوم جریان؟ جریانی که وقتی مردم میگن رضا شاه روحت شاد، این میاد بیانیه میده در سرکوب مردم. جریانی که وقتی در لندن در اون بیدادگاه آبانی که با میکنا و رفقش بازی کرده بودن، وقتی مردم میان به هادی خورسندی اعتراض میکنن که حالا قبلش پرچمش رو خورشید رفته بیرون توسط اینها، آقای فواد پاشایی و دار و دستش میان مردم رو محکوم میکنن که چرا با آقای هادی خورسندی گفتید، چرا پرچم شیر خورشید از سالن رفته بیرون. دیدید دیگه، شنیدید اینا رو. حالا ما برای اینکه تمام این بازی ها رو جمع کنیم دوستان، نیاز داریم از ایران صدای واحد بشنویم. نه فقط ما، بلکه کشورهای مختلف هم نیاز دارن که بدونن بالاخره این مردم تکلیفشون چیه، بالاخره میخوان چیکار کنن. آیا پروژه پوستندازی جمهوری اسلامی همچنان به قوت خودش باقیه، همونجوری که قومی کلا و حامد موقشنگ و فاطمه رفسنجانی و مشتبه خامنه ای و مجاهدین میگن؟ آیا این پروژه همچنان به قدرت خودش باقیه یا نه مردم اومدن بیرون و بیدار شدن؟ مردم دیگه سبزی فروشی نمی کنن. مردم مرد بر دیکتاتور نمیگن. خیلی جالبی که دوستان نوشته بود
آقای قاسم، اینایی که میان میگن مرد در دیکتاتور، اصلا دنیا جمهوری اسلامی رو به عنوان دیکتاتور نمیشناسه. اتفاقا درسته، اتفاقا درسته دوستان. جمهوری اسلامی لقب دیکتاتور بهش نمیچسبه دوستان در دنیا، چون اسمش جمهوریه و درونش سیرک دموکراسی بازی میشه. یعنی هر 4 سال به 4 سال و هر 8 سال به 8 سال اون سیرک در داخل جمهوری اسلامی بازی میشه. ببین نقطه کجاست. حالا شما برو بگو مرگ بر دیکتاتور، حالا برو بگو مرگ بر خامنه ای، انقدر بگو تو بنده نافت ببرن. اما اگر رفتی گفتی رضا شاه، روحت شاه، گفتی جاوید شاه، بگو برگرد شاه، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، معادلات جهانی فرق میکنه. ما باید معادلات جهانی رو تغییر بدیم دوستان. یادمون باشه ما ایران رو نمیخوایم از چند تا آخوند شپشو پس بگیریم. اونا انچوچکی بیش نیستن، عددی نیستن. اصل جریان در این کشورهای قدرتمند خوابیده. داستان پنجمه اضافه یک رو شنیدید و میدونید دیگه. اون پنجمه اضافه یکه که داره به جمهوری اسلامی دیکته میکنه چیکار بکن چیکار نکن. قدرت دست اوناست. یعنی ما مردم ایران تنها مردمی هستیم که سرنوشتمون به صورت علنی علنی توسط کشورهای دیگه تعیین میشه. تنها مردمی هستیم که سرنوشتمون به صورت علنی در قرن 21 توسط کشورهای دیگه تأمین میشه. اسمش هم گذاشتن مذاکرات برجام. اسرائیل میگه نه من منافعم کمه، اینو باید بدی. فرانسه میگه نه من باید دو تا پایگاه هوایی بزنم. روسیه میگه نه آقا اون سوخته فلانی که دادی 500 میلیون باید بدی، نه اینقدر باید بدی، مواد غنی شده رو باید بدی به من. چین میگه نه حاجی انا شریک، شما چی میخوای؟ من جنوب ایران رو میخوام که بیام سفارت درست کنم، که درست کرد، که کنسولگری درست کرد در هرمزگان. بنابراین سرنوشت ما مردم دست اون 4 تا آخونده نیست، دست این کشور هاست که نخه این عروسک خیمه شب بازی این آخونده در دستشونه. حالا اپوزیسیون ما خودش بازیچه دست این قدرت هاست. یعنی این دو دستی که داره جمهوری اسلامی رو با تناب میچرخونه، دو تا دست دیگه از همین بازو اومده و داره اپوزیسیون رو میچرخونه. و این وسط ملت ایران هم که دارن له میشن، نابود میشن، پرپر میشن. کشور ایران رو که داره نابود میشه. چجوری ما میتونیم همه این بازی ها رو بریزیم سطل آشغال؟ چجوری میتونیم خودمون باشیم، ما مردم باشیم که اومدیم وسط و میخوایم کشورمون رو پس بگیریم؟ 17 دی میتونه آغاز خودمون بودن باشه. 17 دی یعنی شنبه، 2 روز دیگه. وقتی اون این اتفاق افتاد، دنیا متوجه خواسته مردم شد و با پادشاه ایران وارد گفتگو شدن، بعد اون تیم قدرتمندی که بهتون گفتم با قوانین شبه نظامی نه به منظور اسلحه، به منظور خشک بودن قوانین تشکیل میشه. ارتش نگاه میکنه پشتش قرص میشه که جایگزین جمهوری اسلامی یک نماینده مردمیه، یک جریانیه که بین مردم نفوذ داره، یک جریانیه که مردم دوستش دارن. پس وارد صحنه میشه. قشر خاکستری و بازاریون و اقتصادیون اینها هم نگاه میکنن که این تیمی که اومده داره برنامه میده، داره میگه مردم اگر جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید ما بیایم، برنامه ما اینه، برای معدن اینه، برای صنعت اینه، برای بهداشت اینه، برای تامین اجتماعی اینه، برای مدارس اینه، برای زیست بوم اینه، برای دریاچه ها اینه، برای زندانیان سیاسی اینه، برای زندانیان مالی برنامه‌مون اینه، برای اعدامی ها برنامه‌مون اینه. شما اون زمانه که میتونید مطمئن باشید که انقلابتون در مسیر درست داره پیش میره دوستان. آیا شما از همه این جریان ها تا همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم یک برنامه دیدید در مورد آینده ایران؟ یه دونه اصلا در مورد چی بگم؟
در مورد آلودگی هوا اصلا چیزی دیدید اینا ارائه بدن؟ حزب دموکرات، حزب کمله، شورای مدیریت گراز، فرشگر، کوفت، زهر مار، مشروطه، برنامه دیدید از اینها؟ آقا من تو ایران نشستم هیچی هم از سیاست نمیفهمم، خب میخوام بیام انقلاب کنم، از خونم هم میخوام بگذرم، نگاه میکنم خب کیو من میخوام الان جمهوری اسلامی که یه مش آدم بی سواد در به داغونه در پیتی که طبق برنامه دارن کار میکنن اتفاقا درست در مسیر تخریب ایران. خب اینا جمهوری اسلامی، الان در موردش توضیح میدم. نگاه میکنم آقا چند تا جریان هستن که تریبون همیشه دستشونه. خب آقای فواد پاشایی چی میگه؟ دو کلاس بیشتر سواد نداره. فواد پاشایی کلاس دوم ابتدایی، اگه ابراهیم رئیسی ششم رو خونده، فواد پاشایی کلاس دوم ابتدایی رو خونده. باور میکنید؟ خب اینو نگاه می‌کنم. خب آقای حزب مشروطه تو چی داری؟ خب برو دنبال کار حزب مشروطه. آقای شورای مدیریت گراز شما چی داری؟ ما طرح داریم برای ایران، چون ایران بزرگ است، ایران به صورت استانی اداره شود و هر استان ایران برای خودش حکومت خودگردان داشته باشد. ما حتی برای قشقاییان هم یک حکومت سیار در نظر گرفتیم. خب برنامه چیه؟ هیچی، اول فدرالیش میکنیم، بعد میریم داخل نسبت به شرایط متخصصین رو جمع میکنیم، حالا ببینیم چجوری میتونیم استان رو اداره کنیم. بعد پدر و مادرت لعنت. خب اینم از این دیگه. کیو داریم دیگه؟ چه جریانی داریم؟ جمهوری خواهان. خب آقای جمهوری خواهان حرف حسابتون چیه؟ ما یک جمهوری سکولار دموکرات میخواهیم که با جمهوری اسلامی فرق میکند. خب فرقش چیه؟ فرقش این است که در جمهوری اسلامی چی اسمش؟ ولایت فقیه وجود دارد. در جمهوری ما ولایت فقیه وجود ندارد. خب برنامه چیه؟ برنامه این است که ما برویم داخل ایران، حساب ها رو، همه چیز رو، داشته ها رو، نمیدونم پرونده ها رو، همه آمارها رو نگاه کنیم، بعدن میشینیم حالا یه فکری براش میکنیم. ای بابا پدرتون لعنت. خب اینم جمهوری خواه. دوستان این واقعیته که دارم بهتون میگم، این واقعیته. تنها جریانی که برنامه داره، تنها جریانی که پلن داره و تنها جریانی که روی تک تک مسائل ایران بررسی کرده، تحقیق کرده، سرمایه گذاری کرده و پلن داره، جریان پادشاهی خواهه. هیچ کدومشون ندارن. اگر دارن یکیشون بیا معرفی کن. آقا بگید، برید دستو سوال کنید، بگید نظر شما، طرح شما برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی در مورد چی بگم، مثلا در مورد آلودگی هوا چیه؟ چه برنامه‌ای دارید در مورد آلودگی هوا؟ از پروفسورشون برید سوال کنید. علی افشاری و جکو جمران نمیگم که حالا دکتر مکترم، برید از اون گندهشون سوال کنید. به جان خودم هیچی ندارم، هیچ برنامه‌ای ندارم. تنها جریانی که برنامه داره پادشاهیه و تنها کسی که این برنامه ریزی رو داره انجام میده شخص پادشاه ایران رضا شاه دومه، هیچ کس دیگه نیست. که حالا بخشیش در پروژه قبنوسه، قبنوس بخشی از اون داده ها، اطلاعات، بررسی ها، برنامه ها برای آینده ایران رو انجام میده. بخش های زیادی دیگه هستن که خارج از قبنوس هم، شاید دوستان خبر ندارن، بخش های دیگه خارج از ما چارچوب قبنوس هم و تنها پادشاه ایرانه که داره این کار رو میکنه. دیدید ایشون میاد میگه آقا من میخوام ایران آزاد بشه، مردم بیا پای صندوق رنگ انتخاب کنن برن دنبال زندگیشون دیگه. اما اون جمهوری خواهی چی میگه؟ چپیه چی میگه؟ میگه من اول اصلا ولی سر همین الان شما برید پاریس سر قبرش، یکی این دهاتای فرانسه، رو سنگ قبرش نوشته رئیس جمهور منتخب شما اول اصلا ولی سر، امضا هم کرده. ما با این جانوران طرفیم دوستان. حالا برای اینکه این جریانی که برنامه داره، پلن داره، بتونه بیاد پلنش رو برای مردم تعریف کنه، بتونه بیاد مردم رو آگاه کنه که آقا بخش صنعت اینه، بخش اقتصاد اینه، بخش بازار اینه، بخش محیط زیست اینه، بخش جنگلبانی اینه، بخش تامین اجتماعی برنامه ما اینه، در مورد زندانیان برنامه ما اینه،
همه چیز رو بیاد توضیح بده. شما در 24 ساعت 29 ساعت این رسانه ها درگیر حاشیه هستن و مدام دارن حاشیه تو ذهن این جامعه میکنن. خب تو داخل ایران نشستی میخوای انقلاب کنی، وجدانم دیگه، وجدان که داریم دیگه، دو ضرب در دو، چیکار میکنی؟ آیا میای وسط؟ آیا دلخوشی داری؟ نه دیگه، بنویسین اینجا. اما اگر زمانی ببینی که رسانه ها، این رسانه وزیر نمیدونم پیشنهادی نفت رو آورده، این رسانه وزیر نمیدونم راه و ساختمان رو آورده، این رسانه وزیر پیشنهادی نمیدونم معادن رو آورده و اون وزیر داره برنامهش رو توضیح میده که آقا ما جمهوری اسلامی که سرنگون بشه اولویتمون اینه، بعدش اینه، مرحله بعدی هم اینه. رسانه، مخصوصا رسانه سیاسی، وظیفش اینه دوستان. اما چون این رسانه ها مافیایی هستند و چون نمیخوان مردم پیروز بشن، مدام علی افشاری و معصوم قومی کلایی و عبدالله معتدی و نسرین ستوده و یه مش آتش خان انوگو از این سوراخ در میاد، میره تو اون سوراخ، از اون سوراخ میره تو اون سوراخ، از اون سوراخ میاد تو این سوراخ، از این سوراخ میره تو اون سوراخ. آقا محسن سازگارا چی داره برا گفتن که رژیم اینترنشنال و بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا ولش نمیکنن؟ چی داره برای گفتن؟ محسن سازگارا مجرمه، جانیه. چی داره برای مردم تو من تو ایرانی بیاد بگه هر روز؟ حسن شریعت نداره چی داره برای من تو بگه؟ عبدالله معتدی که ایران رو قبول نداره چی داره برای من تو بگه؟ ببین مشکل کجاست، ببین چجوری ما رو درگیر کردن. میخواییم این بازی به هم بریزه؟ میخواییم این بازی به هم بریزه بچه های داخل ایران؟ میخواییم نجات پیدا کنیم؟ میخواییم کشورمون از لبه پرتگاهی که توسط جمهوری اسلامی به 57 یا قرار گرفته که داره میفته پایین، میخواید نذاریم بیفته کشور رو بیاریم بالا؟ میخواید نجات پیدا کنیم؟ 17 دی روز شماست. نه اصلا ببینید بانو، شما میگی آخه کسی قبولشون نداره، منم میدونم کسی قبولشون نداره، شما هم میدونی. حرف من چیزی دیگه است، دقت کنید. من میگم وقتی این آتش‌آشغال ها نباشند، رسانه ها به جایی که یه روز محسن سازگارا رو بیارن، فردا اصلا شریعت مداری، پس فردا معتدی دوباره از نو، باید اون تیمه که تشکیل میشه یه روز وزیر پیشنهادی صنعت بیاد در دولت و در تبعید، یه روز وزیر اقتصاد بیاد، حالا وزیر نه اصلا اسمشو نداریم، وزیر مسئول، کسی که داره در مورد اقتصاد و اقتصاد ویران جامعه ایرانی و چجوری ما میتونیم این اقتصاد رو نجات بدیم، اون بیاد صحبت کنه، اون بیاد برنامه بده. شما اگر فکر کن اگر یک آدمی به عنوان مسئول تیم اقتصادی بیاد و صحبت کنه توی این رسانه ها، من به شما قول میدم تمام بازاری ها صبح زود ساعت 7 صبح از شما جلوتر تو خیابان بر علیه جمهوری اسلامی دارن انقلاب میکنن. من این تضمین رو به شما میدم. میدونید چرا؟ چون بازاری حسابش به سنته، حسابش به ریاله. وقتی میبینه یک شخصی اومده داره مطالبی رو مطرح میکنه که علمیه، سرمایش دیگه قرار نیست سوخت بشه، اتفاقا سرمایش قرار بازدهی داشته باشه، امنیت سرمایه داشته باشه، جنسش رو بتونه بفروشه، جنس بتونه بخره، بتونه بیزینس کنه، این اومده و میگه اگر جمهوری اسلامی بره ما این برنامه رو داریم، 7 صبح از شما جلوتر تو خیابون‌ها داره بر علیه جمهوری اسلامی انقلاب میکنه. شما این رو توی بخش‌های مختلف جامعه پخش کن. معلمان نگاه میکنن آقا یه آدمی به عنوان مسئول آموزش و پرورش اومده توی رسانه داره میگه آقا ما طبق مطالعات جهانی که انجام دادیم و مطالعات علمی، سیستم آموزش و پرورشی که جمهوری اسلامی درست کرده این ایرادات رو داره و ما این سیستم آموزشی رو پیشنهاد میکنیم. تردید نکنید، معلم 7:30 صبح جلوتر از شما تو خیابون وایساده داره میگه مرگ بر جمهوری اسلامی رضا شاه گوهرچاد، داره میگه بگو برگرد چا، معلمه داره میگه. خب اینو برو توی نمیدونم معادن،
اینو برو توی کشاورزی، اینو برو توی دامداران، اینو برو توی تولیدی نمیدونم مرغ و امثال هم. شما هر کدوم این بخش رو متوجه کنید که ایها الناس، شمایی که توی این بخشی نابودی، تموم کارتون. اما ما اگر بیایم یا این سیاست در ایران بعد از جمهوری اسلامی پیاده بشه، شما نجات پیدا میکنید. مردم دیوانه نیستن، خر کلشون هم گاز نگرفته که میدوان میان و انقلاب میکنن و اتفاقا اون سیستم رو به ایران برمیگردن. این اون چیزی که رسانه ها نمیخوان. شاهزاده رضا پهلوی، بله، انتخاب مردم ایرانه. همه صحبت ما همینه که ما مردم ایران باید دست ایشون رو باز بذاریم، باید ایشون رو قدرتمندتر از همیشه کنیم. چجوری؟ پشتیبانی، حمایت در عمل. 17 دی رضا شاه روحت شاد، 17 دی رضا شاه روحت شاد. شما یه لحظه تصور کنید، چشماتون رو ببندید تصور کنید، 17 دی تهران، اصفهان، شیراز، سمیرم، ایزه، یزد، کاشان، کاشمر، انزلی، پهلوی، نمیدونم اردبیل و امثاله هم. مردم بیان بیرون فریاد رضا شاه رو بچه‌ها سر بزنن، چه اتفاقی میفته؟ ببین دست خودمون ها. حالا ماها که رسانه نداریم، صحبت ما هم 120 نفر دارن لایو میبینن، حالا 2000 نفر، 10000 نفر هم اینور اونور توی یوتیوب و تلگرام ببینن، کلا 15000 نفر، بیشتر که نمیشنون که. حالا اصلا بگیم 20000 نفر، ولی همین 20000 نفر اگر 1000 نفرش این همین صحبت ها رو تو خانواده هاشون پخش کنن، بگن، در موردش بحث کنن، اون 1000 نفر میتونن 100000 نفر رو آگاه کنن. اون 100000 نفر خودشون میتونن 1,000,000 نفر رو آگاه کنن و ما میتونیم اینجوری آگاهی رو به جامعه پخش کنیم. ولی نمی کنیم دوستان، نه تعارف داریم نه شکری، نمی کنیم. خیلی الان اینجا هستیم و بعدا هم این ویدیو رو میشنوید، بله درسته، من فردا حتما این کار رو میکنم، فردا صبح او اجاره خونه رو چیکار کنم، نمیدونم به طلبکار زنگ زد اونو چیکار کنم، اینو چیکار میر، یادت میره، یادت میره. نمیگم شما مقصرین ها، نه، گرفتارمون کردن برای این، گرفتارمون کردن برای این داستان. ما اتفاقا فکر این گرفتاری هم کردیم توی اون طرح نور شاهی که حالا بهش میرسم، ما اونم فکر اینم کردیم، بچه هایی که میخوان کار انجام بدن ما فکر همه جاشو کردیم در اندازه توانمون. حالا فکر نکنید چه خبره، نه، در اندازه توان. ولی برگردم روی 17 آبان، 17 دی، ما 17 دی میتونیم همه این اتفاقات رو رقم بزنیم، میتونیم همه اون بازی ها رو در هم بریزیم. ببین برای من و تو ایرانی باور کن اصلا ننگه که توی فضای مجازی بریم مثلا قمیشلا رو فالو کنیم. من و توی که میفهمیم، من و توی که میدونیم بازی ها رو، حالا اونایی که نمیدونن که نمیدونن هیچ. برای ماها بده بریم بی بی سی رو فالو کنیم، بی بی سی که پدر ما رو در آورده، رژیم اینترنشنال رو فالو کنیم، پدر ما رو در آورده، ولی برگه هایی که مثلا باید فالو بشه فالو نمیکنیم. خیلی از دوستان حتی ممکنه برگه رضا شاه دوم رو هم فالو نداشته باشن، اگر ندارید حتما برید فالو کنید. یه سری کارهایی هست که همین شماهایی که توی فضای مجازی هستید میتونید انجام بدید. برنامه میبینید، میشنوید، یه تیکش خوبه، مهمه، همونو کات کنید ببرید پخش کنید، روی صفحاتتون بذارید. کاری که باید انجام بدید دیگه، همه با هم برای ایران. یعنی انتظار نداشته باشیم که همیشه یه رستاخیز سیمرغی باشه، حالا یه سعید کاسمی باشه، یه مهران کمالپوری باشه، یه رضا مهروانی باشه که بیاد هی بشینه بگه، هی بشینه بگه، هی بشینه بگه. ما خودمون باید هر کدوممون یک کنشگر باشیم، کنشگر، نه با کنشگر، کنشگر. ما زمانی که کنشگر بشیم همه جریان ها رو دنبال خودمون میکشیم، اما زمانی که واکنش بشیم دنبال جریان ها میدویم که یه اتفاقی اونا رقم بزنن ما بیاییم واکنش نشون بدیم. ما باید عملگرا باشیم، دقیقا عملگرا،
چجوری میتونیم عملگرا باشیم؟ 17 دی روز شنبه در داخل ایران. آقا تا 17 دی چیکار کنم؟ شبنامه چاپ کنید، مثل همین دوستمون که ویدیو شما گذاشتیم در تبریز، خیلی های دیگه هم هستن، شبنامه چاپ کنید ببرید تو خیابون بذارید زیر پلاک ماشینا، بندازید تو پنجره ها، تو در و دیوار، رو تیر برقا. آقا شنبه 17 دی توی خیابونا رضا شاه رو حد شاد، همین شنبه 17 دی خیابونها رضا شاه رو حد شاد، همه با هم. آقا 17 دی اگر رفتیم تو خیابون چیکار کنیم؟ سیم کارت موبایلت رو نبر، یعنی سیم کارت تو از گوشی در بیا، گوشی خالیت رو ببر، هر تجمعی که رفتی فریاد رضا شاه رو حد شاد رو سر بده، ویدیوشو بگی، بیا خونه سیم کارت تو جا بزن یا به اینترنت وصل شو، ویدیوشو بفرست توی فضای مجازی، برو دنبال زندگی، برو تو فرداش، یا برو تو شبش، یا برو تو بعد از ظهرش. چند روز، یعنی 17 دی، 18 دی، 19 دی این اتفاق میفته، دوباره این رستاخیز اوج میگیره دوستان. بعد باید 24 ساعت تو خیابون بمونی، باید 24 ساعت تو خیابون بمونی، اینقدر باید بمونی که کشورتو پس بگیری. راه دیگه نداریم، آزادی رو هم تو طبق نمیارن به ما بدن. یک بار آزادی رو تو طبق به ما دادن، ما نفهمیدیم، دیشب توضیح دادم، یک بار آزادی رو به تمام معنی کلمش تو طبق دو دستی به زور به ما دادن، ما نفهمیدیم در دوره رضا شاه و در دوره شاهنشاه. حالا آزادی رو باید با چنگ و دندون به دست بیاریم، باید به دست بیاریم، نه فقط برای خودمون، بلکه برای نسل آیندهمون، بلکه برای نسل‌های آیندهمون، بلکه برای کشورمون. بنابراین هزینه داره. اگر میریم تو خیابون حتی کشته میشیم برای ایران، چقدر زیباست که مثل مجید رضا رهنورد جاویدان بشیم. چقدر زیباست مثل مجید رضا رهنورد فدای ایران بشیم. اینجای بازوش رو دیدید؟ پرچم شیر خورشید رو؟ اون مردن یا اون کشته شدن افتخار داره، یا بریم برای سبزی پلو با ماهی بمیریم، کدوماشون منطقیه دیگه؟ دو ضرب در دو مساوی با چهار، کدوماشون از نظر شما افتخارآمیزتره؟ مجید رضا رهنورد بودن یا کشته شدن برای سبزی پلو و ماهی؟ کدوماشون؟ پس همه چیز دست ما مردمه، دست خودمونه. ما اگر بخوایم دنیا سوارمون هست، سوارترمون هم میشه. ما اگر نخوایم، هیچ خدایی نمیتونه سوارمون بشه، هیچ خدایی نمیتونه سوارمون بشه. دنیا کیه؟ خداش هم نمیتونه سوارمون بشه، به شرطی که ما بخوایم یا نخوایم. حالا ما خود تریبون نمیدونم رژیم اینترنشنالی در اختیارمون نیست که حالا میلیونی بازدید داشته باشه، که هرچند با همه اون میلیونی ها که بر ضد رضا شاه رو حد شاد و بر ضد پادشاهی هست، مردم میان تو خیابون میان جاوید شاه، یعنی ماها رو میبینن، اونا رو نمیبینن. ولی اگر این صدا گسترش پیدا میکرد یا به دست دیگران میرسید، ممکن بود خیلی آدمای دیگه هم آگاه بشن. اصلا آگاه هم نشن، به فکر فرو برن، به فکر فرو برن، و همون به فکر فرو رفتن میتونست آغاز یک رستاخیز بشه. بروی دوستان، ما باید این تار عنکبودی که از 57 دور ایران پیچیده شده، نامرئیه اما وجود داره، نامرئیه شما نمیتونی ببینی اما وجود داره، ماها و امثال ما میایم با سند نشون میدیم که این تار عنکبوده وجود داره. اگه میخوایم این تار عنکبوده بشکنه، 17 دی میتونه روز آغازش باشه. قبلا بود اما میتونه روز آغاز اوجگیری رستاخیز باشه. 17 دی سراسر ایران، هر کجایی که هستید، حتی اگر توی یک دهات، توی روستای نمیدونم دور افتاده هستی، یک تن هم هستی، برو دوربینتو بگیر توی صحرا، بگو رضا شاه روحت شاد، بگو ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، بگو ما شاه میخوایم، نه مولا، لعنت به تو روح الله، بگو ولی کجایی به داد ما بیایی. همین ویدیو رو تو فضای مجازی پخش کن، بعد من به شما تأثیرش رو میگم.
هر کجای ایران، هر تعداد ایرانی که دور هم هستید این کار رو انجام بدید. 17 ایده میتونه انفجار باشه توی فضای مجازی، انفجار باشه، به شرط اینکه من و شما بخوایم. این مطلب در مورد 17 ایده. بنابراین بازم از یک ساعت رد شد. نه، اون 17 ایده رو داده دیشب توضیح دادم، داده برای اینکه بتونه 17 ایده رو مصادره کنن. 17 ایده روز رضا شاهه، اونا میخوان مصادرهش کنن. شما بچه‌های داخل ایران نذارید، هر کجا رفتید فریادتون این باشه: رضا شاه روحت شاه، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، ولی کجایی به داد ما بیایی، ما شاه میخوایم، نه مولا، لعنت به تو روح الله. ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، و شعارهای از این دست. شما این شعارها رو بده حامد موقشنگ که هیچی، پدر جد حامد موقشنگ هم پشماش فر میخوره، چه برسه به حامد موقشنگ. شما این شعار رو بده، ویدیوش رو بفرست تو فضای مجازی، پخش کن واسه ماها هم بفرست. بعد من به شما میگم حامد موقشنگ و اون یکی جونور قومی کلا و امثال اینها چگونه سوت میشن میرن تو باقالیا، چگونه نابود میشن، ناپدید میشن، و بعد جمهوری اسلامی چجوری میره، و بعد ارتش چجوری میاد پشت تو وای میسه. دست خودمونه دوستان، همش دست ماست. من میتونم الان یه دو شاخه بگیرم دستم، سرشو لخ کنم، سیمشو بکنم تو پریز برق، خودکشی کنم، تموشه بره. میتونم هم نه، از فکرم استفاده کنم، بیام با هم میهنم صحبت کنم و بگم بیا بریم کشورمون رو پس بگیریم، زندگی کنیم، زندگی کنیم. پس دست منه، دست هیچکی نیست، خدایی در کار نیست. من خودم، هم خدام، هم بنده خدام، هم شیطانم، هم فرشتم. من یعنی هر کدوم ما. مجید رضا رهنورد یک تنه انقلاب کرد، یک تنه انقلاب کرد. شاید اون روزی که خالکوبه میکرد رو دستش، شاید هرگز فکر امروز رو نمیکرد، اما یک تنه انقلاب کرد. کرد یا نکرد؟ با یک خالکوبی رو دستش که بعد جونش رو براش داد، جونش رو برای عشقش داد. پس دست ماست، دست خودمونه. پرچم شیر و خورشید میتونید پرینت کنید کوچولو، روز 17 دی ببرید پخش کنید توی خیابونا، از روی پل عابر پیاده پرچم ها رو بپاشید تو خیابون رو برید با موتور، از روی ساختمون ها پرچم ها رو بریزید پایین، پرچم ها رو دسته کنید رو کاغذ، رو کاغذ آچار بذارید پشت کامیون هایی که دارن تو جاده میرن، توی خیابون میرن، او باد خودش همه اینا رو پخش میکنه توی خیابون. اینجوری عرق ملی بین ملت ایران زنده میشه دوستان. ما مردم رو از نظر روحی کشتن، از نظر روانی کشتن، با تبلیغات بی بی سی و امثال هم و با تبلیغات جمهوری اسلامی مداح و پدا و یه مش بی پدر مادر، ما مردم رو نابود کردن، ذهنمون رو نابود کردن، خودمون رو در خودمون کشتن. ما خودمون رو باید زنده کنیم. چجوری زنده میکنیم؟ با پرچم شیر خورشید، با فریاد رضا شاه روحت شاه. همین ملی گرایی غلطه دوست عزیز، ملی گرایی غلطه، ایران گرایی درسته. ایران گرایی شعار، شعار ایران گراییه، و اصلا کلا ما ایران گرا هستیم. ملی گرا مصدق بود، مصدق السلطنه. ما پادشاهی خواهان ایران گرا هستیم. واژه ها رو بدونیم، معنیشون رو بدونیم. اگه به ما گفتن سلطنت طلب، بزنید تو سرشون بگیم سلطنت خمینی بود، خمینی سلطان بود، قاجارها سلطان بودن، قانون جریان مشروطه اومد سلطنت رو تبدیل به پادشاهی کرد. رضا شاه پادشاه بود، شاهنشاه پادشاه بود، خمینی اومد سلطنت رو به ایران برگردون. سلطان خمینی بود، نوکراشون هم که علی خامنه‌ای رو داره دستش بودن. امروز سلطان خامنه‌ایه، نوکراشون هم که همین جکوجینه برانن. پادشاه میگه من حافظ ایرانم، سلطان میگه من حافظ خودم و اموال خودمم. فرق بین سلطان و پادشاه اینه. سلطان میگه ناموس ایران، ناموس کشور، ناموس رعیت مال منه. پادشاه میگه من پاسدار ناموس ایرانم. رضا شاه پادشاه میره در ترکیه، آتاتورک توی شب توی اتاقش روایته، میگن یه دختری میفرسته، رضا شاه دختر رو پس میفرسته،
فردا آتاتورک بهش میگه آقای رضا شاه چی بود، من دیشب سومبولی فرستاده بودم. میگه دمت گرم، ولی تو اگه فردا بیای تو ایران من کدوم یکی از ناموس ایران رو بذارم دست تو؟ اون پادشاهه، اما این جانوران سلطانن. پادشاه میاد صیغه رو جمع میکنه، حرمسرا رو جمع میکنه، غلام و غلامی رو جمع میکنه، بچه بازی رو جمع میکنه. سلطان ها پن کردن، پادشاه جمع کرد، سلطان خمینی پن کرد. فرق بین پادشاهی و سلطنت اینه دوستان، و فرق بین ملیگرایی و ایرانگرایی همونیه که بهتون گفتم. بنابراین ما ایرانگراییم، با افتخار هم پادشاهی خواهیم. اینو بهش دقت کنیم. خیلی طولانی شد، سپاسگزارم از همه دوستان. من در مورد طرح نور شاهی دوستان منتظر اعلام حمایت شما همیهنان هستم، مخصوصا بچه های داخل ایران. چند پرونده داریم، چند خانواده داریم که باید بهشون هدیه داده بشه. متاسفانه چند روزه نتونستیم در موردش صحبت کنیم. امشب هم به یکی از همیهنان قول دادم اگر بتونم در موردش صحبت کنم، ولی باز هم طبق معمول نشد. یا من خیلی حرف میزنم که فکر میکنم من خیلی حرف میزنم، یا مطالب زیاد، اینقدر باید بازش کنیم تا همه دوستان متوجه بشن. ولی به هر حال امشب هم نشد در موردش صحبت کنم. در مورد طرح نورشاهی، یه همیهنی داریم در ترکیه به شدت گرفتاره. اگر همیهنی در ترکیه هستن که میتونن به این هموطنمون کمک کنن، لطفا توی دایرکت رستاخیز به من پیام بدن. یک همیهنی در ترکیه، حالا یه گرفتاری واسه شما پیش اومده که به شدت گرفتاره. ما هدفمون بیشتر داخل ایرانه، ولی خب یه همچین چیزایی هم میخوره و نمیدونیم هم واقعیت باید چیکارش کنیم. بنابراین در ترکیه اگر کسی هست که میتونه به یک هموطن کمک کنه، یک بار هم کمک کنه، نه کمک همیشگی، یک بار میتونه این گرفتاری این همیهن رو آزاد کنه و کمکش کنه، لطفا توی دایرکت رستاخیز به ما پیام بده که ما بتونیم اینو انجام بدیم. در مورد داخل ایران، در مورد اون چند عزیزی که ساشمه خورده بودن و نمیتونستن به بیمارستان مراجعه کنن، خوشبختانه یکیشون فردا عملش فکر میکنم تموم بشه و بعد ما میتونیم یک سری اسناد، یک سری عکس ها از اون عمل رو خدمتتون نشون بدیم که قبلش که قبلیاشو که دیدید و بعد از عملش، جریان عملش رو هم که عمل شده رو خواهید. این یکی، و یکی دیگه از بچه‌هایی که کلا ترخیص شد رفت. متأسفانه دو تا پرونده باز دیگه داریم در مورد این بچه‌ها که هنوز نتونستیم اون قولی که بهشون دادیم رو هنوز نتونستیم عملی کنیم. علارغم اینکه چند تا از همیهنانم هم مبالغی رو کمک کردن یا هدیه کردن، اما هنوز کامل نشده که ما بتونیم اون دو تا جوون رو نجات بدیم. یادمون باشه بچه‌هایی که داخل ایران هستن، اونایی که آسیب می‌بینن و توی خونه‌ها می‌مونن، اینا اتفاقاً خطر خیلی خیلی تهدیدشون می‌کنه. چون عکس‌ها رو قبلا نشونتون دادم، اون ساچمه‌ها باعث عفونت میشه یا عصب‌ها رو از کار میندازه یا هزار مشکل برای اون همیهنان درست می‌کنه. اینا هم نباید هم به بیمارستان برن و به درستی هم نرفتن، اما تو خونه موندن هم هزینه داره، برای جراحی، برای دارو، لوازم پزشکی، بهداشتی، و یک پزشکی که بخواد این کارا رو انجام بده، دوستان اینا همش هزینه بره. این هزینه رو ماها باید کمک کنیم، من، شما و دیگر دوستانمون، ماها باید دست به دست هم بدیم، و الا اگر گیر جمهوری اسلامی بیفته که خودتون بقیه جریانات رو میدونید. بنابراین خیلی مهمه احساس مسئولیت کنیم توی این شرایط. حداقل این چند تنی که به قول معروف با ماها ارتباط گرفتن و مسائل و مواردشون رو با ماها در جریان گذاشتن، حداقل این چند تن، اونایی که آنها هنوز خبر ندارن یا اصلا ماها رو نمیشناسن یا نمیدونن کیم، خب دیگه امیدوارم اونها هم یه روزی ماها رو پیدا کنن، یه دوستان بهشون بگن بیان که بتونیم مشکلشون رو حل کنیم. ساشمه تو بدنت باشه، بری بشینی توی خونت، کنج خونت، دردت رو درمان نمیکنه دوستان، بلکه گرفتارترت میکنه. شما باید اون ساشمه رو از بدنت خارج کنی، شما باید بدنت رو ضد عفونی کنی، اگر نیاز به جراحی داری باید جراحی کنی، چون اینجور چیزا شوخی با کسی نداره. و یک لحظه، یک روزی به خودت میای که ببینی دیگه پاتو باید قطع کنی، یا دستتو باید قطع کنی، و و هزاران اتفاقات وحشتناک دیگه. بنابراین این بچه‌ها برای کشورشون رفتن تو خیابون و الان گرفتارن، نیاز به حمایت شما دارن. به ما هم قرار نیست پول بدید. دیدم یکی یه جایی رفته اون نشسته بود که آره اینا هم دکون باز کردن. نه عزیز من، اصلا به ما قرار نیست پول بدید.
به هیچ عنوان به ما پول ندید. ما هماهنگ میکنیم خودتون این کار رو انجام بدید. خودتون این کار رو انجام بدید. خیلی از این دوستانی که اینجا هستن عزیزانی هم که هدیه دادن ازشون سوال کنید. آقا گفتیم بیاید پول بدید به ما، یا اصلا من پول احتیاج دارم و به چه درد من میخوره؟ تو ایران میخوای 1 میلیون 2 میلیون بدی، خب به من اصلا چه به درد من میخوره؟ یا اصلا ندی. ما میخوایم این پولهای کوچولو کوچولو یک مشکلی رو از یک هممیهن حل کنه که اون هممیهن بتونه وارد میدان بشه و حق تو رو پس بگیره. اگر تو نمیتونی بری اون میره، اما تو هزینهش رو باید بدی. بایدیه. انقلاب شوخی بردار نیست. ما با چند تا آخوند گفتم طرف نیستیم، ما با یک دنیا طرفیم. هزینه بره، زمان بره، نیرو میبره، انرژی میبره، تلفات داره، کشتار داره، گرفتاری داره، اما هزینهش رو تا اونجایی که میتونیم باید دیگر هم میهنان تبور کنن، باید بدن. بایدیه. هممون توی یک کشتیم و این کشتی ناخداش امروز ابلهی هست، اهریمنی هست که داره کشتی ما رو به سقوط میبره. و اگر سقوط کنیم، تویی که پول داری سقوط کردی، با کله رفتی پایین، تویی هم که نداری رفتی پایین. پس خودمون رو نجات بدیم. طرح نور شاهی اینو میگه، میگه اگر میتونی حتی 50,000 تومان، اگر میتونی. اون 50,000 تومان مهمه، اما مهمتر از اون 50,000 تومان اونیه که تو در وجود خودت به این تشخیص برسی، به این آگاهی برسی که من باید برم همیاری کنم، باید برم کمک کنم. گوشیتو بگیری دستت، پیام بده، بگی آقا من میخوام کمک کنم حتی 50,000 تومان. اون من میخوام کمک کنمت مهمه. یعنی شما از بیتفاوتی اومدی بیرون، یعنی شما آگاه شدی، بیدار شدی، یعنی از منافع شخصیت عبور کردی، به منافع ملیت داری فکر میکنی. نور شاهی یعنی این، فلسفش یعنی این. حالا اگر میتونید خودتون انجام بدید، تو فامیلتون، دوستتون، همسایتون، روستاتون، شهرتون، استانتون بگردید، توی قبرستونا میتونید پیدا کنید. توی قبرستونا میتونید خانواده‌های نیازمند رو پیدا کنید، چون عزیزانشون رو تازه دفن کردن. برید اونجا پیداشون میکنید. برید به اونها بگید ما کنارتونیم. بگید اگر مشکل مالی دارید ما میتونیم انقدر کمک کنیم. برید دست بزنید، دست بدید به پدر و مادرشون. برید بگید اگر جوونتون پرپر شد، من پسر دیگه تونم، من دختر دیگه تونم. وقتی این کار رو انجام بدید، اون موقع یعنی ایرانیت درتون زنده شده. اون موقع دیگه رژیم اینترنشنال و بی بی سی و من و ملا و قومی کلا و همسانی عراض نواش نمیتونن سرت کلا بذارن. اون موقع اگه کسی اومد گفت در زمان جنگ گفت بیاریم با چپیه و تودهیه و رودهیه و تجزیه طلب اتحاد کنی، پاتو میاری بالا، جفا میری تو صورتش، میگی خفه شو هر کی بخواد باشه. ما دنبال اینه، اینو میخوایم زنده کنیم. اسمش هم گذاشتیم نور شاهی. بنابراین اگر کسی میتونه این کار رو انجام بده، حتما حتما به دایرکت رستاخیز پیام بدید، منتظر پیامتون هستیم. گزارش عملکرد این چند دوستمون هم، مثلا این یکی که فردا احتمالاً جراحیش تموم میشه رو احتمالاً فردا شب خدمتتون بدم. اگر طول کشید و نرسیدیم، پس فردا شب در موردش صحبت میکنیم. سپاسگزارم از همه دوستانی که ما رو تحمل کردید، شنیدید. نمیدونم نزدیک 80 دقیقه دوباره این لایو طولانی شد. آقای زاکربرگ برگرد رو همون 60 دقیقه لایو ببر، ما هم کمتر حرف میزنیم. و در مورد 17 دی از همین الان تا 17 دی تبلیغ تبلیغ تبلیغ، روز 17 دی حتما حضور در خیابان ها، فراموشتون نشه دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه و